از اونجایی که همسرامو خیلی پایه بودن و خیلی همراه ما بودن، ما میخوایم یه فشیال صورت براشون انجام بدیم و به صورتشون صفا بدیم. بچه ها تست کنیم این چی شد؟ قبل از اینکه اسمی رابیه برک رابیه دیگه هم خودشون رو اذیت کنه. نه نه خواسته بگم کسی پاس شهر داری یا بعد بگم چاقو داشته هوا عالیه مسیرم خدا رو شد خیلی بهتر شده نسبت به من. سلام بچه ها روزتون بخیر، امیدوارم که خوب باشین. درود دوستان، شبتون بخیر. شب داری ویدیو شب نگاه میکنم اگه نمیدین درسته آسم نبود. بچه ها این هفته ما شلوغ‌ترین روزای شهر رو دیدیم به خاطر یه چند تا تعطیلات رسمی بوده. مسافرای عزیزم لطف کردن قدم رنجه فرمودن اومدن شهر ما، البته نه شهر ما، کلن گیلان. و اگه خبرها رو دنبال کرده باشید این هفته دوم شهریوره، دیدید دیگه چه حجم از مسافری اومده. امیدوارم که واقعا بهشون خوش بگذره، ولی یه دردسرای خوب ایجاد شده. حالا یه قسمتش عادل بهتون میگه که چی شده. خیلی شهر ترافیک، الان شهر قفل. من می‌خواستم که ما الان می‌خوام بریم بیرون، من ماشینم طبق روال همیشه بنزین نداشت، گفتم برم تو بنزین بزنم. 4 صبح من 4 صبح پاکی رفتم صرف بنزین موندم تا ساعت 5 و ربع فکر کنم. فکر کنید 4 صبح آدم بازم تو صف بمونه. دیشب که ما نمیتونستیم بیایم خونمون، یعنی انقدر اون مسیر ترافیک بود ما نمیتونستیم خونه خودمون بیایم. حالا دیشب تصمیم داشتیم بنزین بزنیم، گفتیم خب خیلی شلوغه صبح میان، اونم که البته صبح عادل میخواست بره چون که نشد. چون گیلان کلا فکر کنم 2 میلیون مثلا 500 جمعیت داره، همین جمعیت داره، ولی الان 3 میلیون مسافر میاد توی گیلان. خیلیه وحشتناکه. ما خودمون نمیتونیم این روزا جایی بریم. من منطقه آزاد خرید داشتم ولی واقعیتا اصلا نمیشه اون سمت دیگه رفت، چون اصلا اون اول حسن رود آره ترافیکه. حالا جدا از این حرفای ترافیکی کلی هم بهشون خوش بگذره، فقط خدا کنه. من چون تو ساحل خب پیاده روی میرفتم انقدر زباله میریزن، ما خدا شاهده خودمون دیدیم دیگه، جایی میریم آشغالامون رو جمع میکنیم برمیگردونیم میبریم شهر میذاریم، ولی خب یه سری ها اینجوری نیستن. تو رو خدا جایی میرید مسافرت وقتی لذت میبرید حداقل حواستون جمع باشه که اون شهر هم تمیز نگه دارید. همه اینا رو گفتم به خاطر اینکه همه رفتن تعطیلات و ما فقط موندیم. عادت که روزای تعطیل تعطیل نیست، ولی آخر هفته دوست داریم که حالا جایی که میشه آدم بره و یکم خلاص حال هواش عوض شه. به بچه‌ها گفتم هوریه و میثم امروز جشن دعوت هم و نمیتونن بیان. مهسا و پیمان این سری موقعیت دارن میتونن باشن، دیگه قرار گذاشتیم که با هم بریم کوه کمر. یعنی واقعا این روزا نمیشه یه شهر دیگه برای مسافرت رفت، انقدر شلوغه. ما قرار بریم ییلاق رزق، خیلی وقته که نرفتیم، یعنی امسال اصلا نشد که بریم. امیدوارم که حالا خوش بگذره. البته قراره که اونجا یه ویلا کرایه کنیم، ویلای آشناهای سینا جونه، خودشون مامانش اینا اونجا بودن که نتونستیم اونجا بریم، حالا میخوایم بریم تو اون ویلا ببینیم چه جوریه. من که تجربهشو نداشتم، همراه من باشید. امیدواریم که در کنار ما به شما هم خوش بگذره و حال هواتون عوض شه. بچه‌ها این سری من گفتم یه کیک جدید درست کنم که خیلی خوشمزه است، یعنی یه بار دیگه هم درست کرده بودم ولی خب به خاطر دمای فر نکن دیگه حواس منو پرت نکن. بخورن دو تا دونه حالا باور کن کمه، میدونم خیلیه بابا، خیلی شکلات توش کم بعد میام میخرم. بگو داشتی بچه ها میگفت. بچه ها این کیک رو من قبلا درست کرده بودم، خیلی هم خوشمزه است، ولی دستورش دیگه یادم رفته بود، دوباره رفتم نکته برداری کردم نوشتم، برای امروز میخوام درستش کنم. کره فراوون داره، به خاطر همون طعمش هم عالی میشه. چند گرمه؟ ولی به شکلات اون 170 گرم. به شکلات چیپسی احتیاج داریم که این الان براش کمه، چون یه پیمانه باید داخلش بریزم، یه مقدارم روش که آدل جان همونم چند تا داره میخوره. آقا 4 تا روش جانش دیگه. روزای عادی این شکلات اینجا هست بچا، اینو دست آخه نمیبینمش اینجا الان من خوشم میاد. بخور نوش جانت بخور. خب درستش کنم ببینم چی میشه دیگه، تا بچه ها نیومدن این کیک رو حاضر کنم. من همیشه تو برش کاغذ روغنی مشکل داشتم چجوری اینو دقیقا تو ابعاد کف قالب در بیارم. ببینید اول اینو
اینجوری اندازش میبریم بعد این کار رو میکنیم. حالا یه سری شاید بخنده ولی من اینو تازه متوجه شدم که به این روش میتونید کاملا سایز خود قالب در بیارید. این مرکزش رو در نظر میگیریم اینجوری میبریم. چرا جالب؟ من که کیک پز نیستم، اینا رو خلاصه از ترفندهای مختلف میبینم یاد میگیرم. ببینید کاملا اندازه کفش شد، خیلی بامزه بود. اینم شکلات چیپسیش من احساس میکنم کمه به خاطر اینکه یه مقدار برای روش میخوام بذارم. بافتشم یکم سفتر از بقیه کیک هاست. سلام آقا پیمان، کجایی؟ سلام، مخلصم. بچه ها خوبید؟ خیلی مخلصم. خیلی وقت غیبت داشتید. دوستان همش پیگیری میکنن پیمان کجاست. مثل دوستانم هستیم. خودم دیگه حالا دیگه ما رو چی میگن؟ قابل نمیدونه دیگه تو دور همیای ما تشریف بیاره. حالا بچه ها با مون بریم ارتفاعات کیف کنیم. یه سفر عالی باشه. عالی باشه. سلام بچه ها، خوبی؟ حالتو خوبه؟ امروز با ستاره میخوام بریم دو روز عالی رو داشته باشیم. جای حوریه جون و میثم واقعاً عالی. انقدر شب یادآوری کردیم گفتن یه گل به جای ما بذارید. یه گل پیدا کنیم. همیشه حوریه اینا بودن با ما تو سفرمون، واقعاً جای خالیشون احساس. نمیدونم این پسر با این دختر چی کار کرده بچه‌ها. روز به روز لاغرتر داره میشه. بهش غذا نمیدم. از عادل یاد بگی. بگی من چه چاقالو کرده. دوتای با هم دیگه شمکوییم. خب وسایل هم گذاشتیم. بچه ها بریم یه سری خرید مرید کنیم. بعدش دیگه بریم به سمت دنبال مریم. بریم خونه دنبال مریم. اینجا هم وسیله گذاشتیم. خب باش. خب شما هم آوردیم پتون. من هم براتون آوردم. همینجا میخوای بذار. طبق معمول ما اومدیم همون جای همیشگی. این سری محصا عینک میخواد. چون که عینک من شکسته بود من دیگه گفتم همون جای همیشگی عینک. قابلتون نداشت. میدونستم برای از مال خودم میآورم. رسم اینجا. ما همون همیشگی. ما همه عینک ها بود از شما خریدیم. به خدا. مرسا مشغول چه کاری هستی؟ من هیچی. پیامم رو داشتم چک میکردم ولی آخرین سوپرمارکت همون سوپرمارکت همیشگی. ولی کم کم هم دوستان آنتنمون میره، دسترسی به هیچ کس نداریم. چه ابرپفک اینو ندیده بودم، چقدر بزرگه. خیلی بزرگه. بچه دیگه اینجا چیپس و پفک رو بگیم. چیپس حلالی گرفته بودی؟ نه گرفته بودی شما؟ چیپس حلالی؟ نه. اگه اینجا داره بگیریم برای پایدا. فکر کنم داره. آره آره این خوبه. خوشی نون بربری نداری؟ اون سری گرفته بودیم ازتون بسته بندی. اگه هست برای صبحونه بگیری. یکی بس یا دو داری؟ آره محصا هستش نون. اینا تکن تموم تو خوب آوردی؟ این نیستی کلوچه هست. ببینیم چه احتیاج داریم. بچه بیسکویت اینا هم میخواییم برداریم؟ داره؟ نه گفت داخل هست ندیدم. چی هست؟ نون برداری؟ آره نون گرده میارید. سلام بچه ها خوبی خوشین چطوری؟
یه پنجشنبه جمعه عالی رو در پیش داریم. کنار بچه‌ها به ما افتخار دادن. مهسا و پیمان 2 کیلو در 400 اومدیم گوش بگیریم. عادل هر چقدر بگی بیشتر میگه. عاشق گوشته. آره آره. عادل میگه 3، صدار میگه 2. و آخر هم شد 2400. آخر به خودش شد. بچه‌ها هوریه. گفت به جای من گل بذارید. این هوریه است، اینم میسان که قدش خیلی بلندتره. یا حالا این دو تا میتونه هوریه و میسان باشه. میسان چرا حلقه بیز شده؟ میسان چطوری؟ هوریه جون. دوست قشنگه. جان خالی بابا. عین خودش دوست قشنگه. بریم یه پشتم بگیریم و دیگه حرکت کنیم به سمت بالا. گل چراغی، گل چراغ. داشتیم کنار این سنگه ویو رو فقط ببینید چقدر خوشگله. بهشته، واقعا بهشته. جای همگی سر، جای هوریه و میسم. ستاره برو از کادر ما بیا. میشه منم باشم تو عکستون؟ بله بله. خالی منم تو گرفتی؟ آره واقعا قشنگه. هوا خنک همینجا باید چادر میزدیم با همین ویو. من دراز بمیشم بخوابم. آره همینجا میتونستیم نهارمونو بخوریم. رانندگی چطور بود آده؟ خوب بود آده، خیلی خوب بود. خسته نباشید. خسته هم میخوام درد میکنی کنم عادیه دیگه. خسته همه. خیلی خوش کرده. حرکت کنیم که دیگه بریم نهارمونو بخوریم. کم کم همه یه گشنه شدن. یه رو بگه خیلی جای قشنگیه. در دقیقه یه رو بگه میرسیم. بریم که داشته باشیم. اتفاقا ما داشتیم روستا رو از اون ور میدیدیم. ما دقیقا ما بریم اون ور. آره اون سمت. ها از اینجا معلوم نیست. آره دیگه اون سمت دیگه مریم. آره.
خب دوستان ما رسیدیم، این از خونه رویای زیبای ما. خیلی خوشحالیم. چه سی داری؟ فوق‌العاده است. جای همگی سبز دیگه، اونایی که دوست داشتن بیان و نتونستن، ولی مطمئنن من حتما بچه‌ها شماره تماس اینجا رو میگیرم. مسیرم حالا به نسبت خیلی قدیم خیلی عالی شده. حالا یه ذره ماشینتون جون داشته باشه، این مسیر رو میتونید بیاید. کم کم وسایل رو دیگه جمع کنیم ببریم بالا. یه باد شدیدی هم میاد. انرژی گرفتی؟ انرژی مثبت. خوراک مدیتیشن. حالا تا بعد که آلوس هم داره ویوره. چه کوله خوشگلی داری. قابونم دارم مرگم برام خریده. این داره منفجر میشه. آره نه به خاطر فشار هوا میایم بالا اینجوری میشه. چه بادیه بچه ها. خیلی این ویلای قشنگه. یه ویلای چوبی. کیک آخرین لحظه درست کردم. آخه داغه. آره داغه. به خود داغه. آفتابم خورده دیگه بهش داشت. به من بدین. یه چیز به من بدین. قربونت برم که اینقدر به فکر منی. دو تا گلم بچینیم. به جای هوری. جای هوری و میسم حواسشون باشه که ما تا آخرین لحظه به یادشون بودیم. خلاصه جاشون خیلی خالیه. بچه این آشپزخونه همونه. چه آشپزخونه خوشگل و جمع جوری. آقا سینا چطوری؟ برادر سینا. اینم اتاقشه. اونجا هم فکر کنم سرویس بهداشتی باشه. بریم بالا هم بهتون نشون بدم. خیلی خوبه. یه اتاق. از این صندلی هم هست. خیلی با صفا است. آده بالا. رسیدیم، وسایلامون رو جمع و جور کردیم. الان به کمک مهسا و مریم برای آقایونی که خیلی زحمت کشیدن رانندگی کردن و شوفر خیلی محترمیشون. من سرگرم کردم. خیلی هم سرگرم کرد. داریم هایدا درست میکنیم، یکم جون بگیریم، یکم بدن استراحت کنیم که ببینیم چیکار باید بکنیم. اینا اساسا نیست. خدا یا. نه، چقدر نور اینجا قشنگه. من دو تا حالا باید به تعداد بینم بیشتر هم بشه. نور. اینو که نخوردم آدم. ما داریم آماده میشیم. مریم هم پرامون چای ریخته، دستش در نکنه. این آقایون هم دارن چرت میزنن. ما میخوام یه کلیپ بگیریم. اگه نمیگیرین هم بگیریم. این کلیپ رو میخوام بگیریم. نمیذارن که نمیذارن تا روزه ما استفاده کنیم. میگیرین هم بگیرین. ازشون کم کشیدیم. امان است با هر کم نشینیم. 4 ساعتی داریم امان از بار کم نشین یاد میگیریم. آخه تو ذهن ما نمیه. من این شعر رو گوش نداده بودم. پاشید آقایون، پاشین. چای سرد شد. آده آقا عادی. آقا عادی تیر خورده شما بریم. پاشه دیگه آده. یادم میره، به خدا یادم میره شعره. خیلی زحمت کشیدم. همین همین شما باشید. چشمم روشن. تو روز روشن آقا آده. این بیشتر شبیه زارتانکه. آلوچه هست؟ چه باقاله؟ خوشگله. شما تو بخواهی ببینیم خوشمزه. چی؟ شیرینه. شیرین شده بیا. خیلی شیرینه. نمیخورن اینو. ببینی آخه هیچ طعمی هم نداره. چرا بابا این میتونن رب درست کنن. آها راست میگه رب. من چیز دارم. چی؟ ببین زازاله گم قطع تلای. آف آف. ببین اصلا تشخیصش عالی. آف سری پیبندیه.
این وری بریم فکر کنم خیلی خوشگل باشه. آره یه قدمی بزنیم آره. وگرنه آقایون رو ول کنید میخوابن. بگیرید. خلاصه کلیپ با موفقیت ضبط شد. آقایون رو به این کلیپ راه ندادیم. خواستیم که فقط خانم ها هنر نمایی کنن. تموم شد. پشت صحنه همکاری کردن کارگردان. کارگردان عادل بود نه؟ آره عادل دکمه ویدیو رو میزد. آره. نفیمه بودم. نگاه کات میکرد. اینجوری میکرد. پلی. آره پلی. گذنه هم دوست دارم گذنه پخته واقعا خیلی دوست دارم تو ماما اینا میپزن شما چوباش دارید؟ چوباش کدوم یکی؟ نه نه چوباش نداریم بچا داریم میریم گشت و گذار ببینیم این سمت چه خبره چه خدایی میکنی؟ این در ماهی ماهی رو داشتیم توضیح میدونی اصلا برگام ریخته این گاوه چرا خیره شده؟ حتی ما از اونجا داشتیم میومدیم یه همجور خیره شده بود یا ابر فس برمز نپوشیدی؟ من اینجا به حال نگاه کردم گفتم چه خبره آه دوستش هم اینجاست وای منو داره چپ چپ نگاه میکنه آده نه بابا سلام دستتون در نکنه ممنون بچه‌ها ما اومدیم داخل خونه یه خانم مهربونی آره آره اجاره کردم اونه چند شب بقیم اینه یه شب فقط میمونی شنو نوش محلی دارن چه بو بهتر گریه قشنگ بود آره گریه ارزش داره هر چی بابا هوا خیلی خوبه عالیه ستاره جانم شالکه دیدی نگفتم با این آلو چهار رب درست میکنه خوشمزه میشه ولی اما انزلی بعد بونه بچه آلو چه رو میشورن بعد میذارن اینجا توی قابلمه میپزن بعد از صافی ردش میکنن یه رب خیلی خوشمزه ای میشه بعد واسه غذا ها مثلا مرغ شکم پر و اینا استفاده میکنم از فکر کنم این ترشیش قرمز بشه ستاره آره این چیزه آره شاید باشه آره ما گیر دادیم به این آلوچه ها چقدر هم قرمز و خوش رنگه گرفتی؟ دیدی؟ نگفتم میتونی؟ اگر یکی بخورم اینم خوشمزه است نگه دارو بری باش منم یه چند تو بچینم خوبه؟ برمی سسه سسه میگه نیست خوبه خوشمزه آره اونی که ماسا آره آره اون خوشتم ماسال خدایی خود اینم ترش اندازه نه ستار این بیمزه است نه بابا واسه من ترش بود من خیلی این جور چیزا هم نمیتونم بخورم ولی چقدر قشنگه خیلی باحاله خیلی باحاله من جالبیش از پایین درخت کردین که خبری از بچه‌ها نشده پسرا کجا رفتن رفتن جنگل پس کنن ما هم داریم این دور و برا میچرخیم یه گاوی گوسفندی بیارم برای شام ما غذا تهیه کنم غذا که گرفتیم گرفتیم ولی به گاوی نرفتم بگوچم این گاوی میشه بخواهیم ببینیم چه زن اجتماعی هست مرغا آره چه بامزه اوه سه دوتا اونجا آه اونجا دیگه احتمالا خطرناک باشه نه با کاری نداره خب اینا خیلی بزرگم ماشاءالله این بچه گاو میشنیده بودم ولی آه اینو ببین چشای بچه گاوه بچه این خوشگل اینا ولی ببخشید بزرگ میشه بچه هم ازش میشه زش نه بزرگ و ترسناک بزرگ نه کن اون کوهان پشتشو ببین این که بچه جلو پیشونش خال داره این چه تندون داره غذا میخوره یه بچه دیگه این بسطه
این بچه تمیزه از اون کسی که و ما هم که داریم زندگی هاشون رو تحلیل میکنیم. خب این چیزه رو ببینید، خروسه رو. همه این نباید کاکاشون توی نه این نژادش کوچیکه. بریم خونه دیگه ببینیم بچه ها که میان تجسس در مورد گاو و حیوانات از این بر راه نداره بچه ها. میترسم چون اون دوتا اونجا داره. بیا نه بیا تو ترس دارم بلند نمیشه. بلند شدن یه پکی شیشی میکنیم بیرم. خب دیگه الان نگید که الان نگید بالا میشه. خب همه جو بندگی رو داره به دل نگید ما افتنات رو رد میشیم. ساکت چو مریم چی چپ چپی هم نگاه میکرد با همیدو شما ای زنی نیدی یا خردن نیمونه اردکا رو ببین چه دریاچه ای دارن چه با مزه چه با مزه برشون یه دریشین که درست کرد گوسفند کوچولوه آخ صداش کرد اومد آخه وای جون صداشون کرد بچه ها میخوان یه کلیپ دیگه هم امروز ویدیو بگیریم که مثلا خیلی دیگه داره به ما خوش میگذره. یه متنی آماده کردیم که با هم دیگه هماهنگ کنیم. ساعت های داریم میخونیم. خب یک دو سه راه رفته رو بر نمیگردم واسه هیچی تو نقش نمیرم شاید فکر کنی بچه میگردم من میام عوض نمیشم راه رفته رو بر نمیگردم زاده غم بغل بگیرم چه زندگی شانس خودم خدمه این زندگی باید بگی این زندگی شانس نه زندگیم شانس خودمه مگه دیکتست ازم غلط بگیرم شما دفتر نمیتونید بخونید راه رفته رو بر نمیگردم زانوی غم بغل بگیرم نه زندگی خونس خودمه مگه دیکتست ازم غلط بگیرم همایون ولش شما آقا یو یو خودتون برای کلیپ آماده کنید. آماده این میخواین بقیه شعر هم بنویسم؟ نه چیزا تو میخواین بقیه شعر هم بنویسم؟ من چپ میزنم راست میرم همین بودی همینو نگه خوبشون همه بشه نه زندگیم شانس خودم به مگه دیکته ازم غلط بگیرن اوه چه سلای کوسپنده بدونه اونجایی که را داره درست میکنه سختتون نمیشه نه اینا مثل که دارم به یه توافقاتی برای شراکت میرم. آره آره من پیمان خانوم غذاب آقای غذاب عجب گوشتیه همه غذابو تعریف میکنم چه بیفتکی میزنی شوهر من خدا حفظش کنه خدا بهش برکت بده فقط نمک نزدیم آبا شما الان ایمانی نمیشه اینا چقدر دقیق دارن تلاش میکنه ذره ذره گوش رو بخوام در نمیشه بچه فکر نکنید من اینجا بیکار نشستم و قبلش تدارکات پشت صحنه رو انجام دادم تا بچه ها بقیه کارا رو انجام بدن چند تا چاک هم میزن آره چاک من خیلی تو خونه با چاک و عرقه چاک میزن تلاشم. بچه من یادم اومد که هفته پیش یه ویدیو داشتم از آنباکس هم هدیه هام همین که نازنین جون سورپرایزم کرده و خیلی ها اشتباهی فکر کردید که اون روز تولدم بوده. من 20 شهریورم و حالا هفته دیگه قراره یه دوره همی تولد داشته باشم هم خانوادگی هم دوستانه گفتم بهتون بگم اونجا البته اومدم به اکثر کسایی که کامنت گذاشته بودن هم تشکر کردم هم بهشون روزشو گفتم ولی خب یه عزیزایی تازه وارد کانال شدن گفتم که بهشون بگم که من شهریوری هستم و خوشحالم یه شهریوری مهربون با معرفت خوش اخلاق بله حالا چیزای منم بگیم بدی های منم بگیم شهریوری ها حسرت های بدش حساسن خیلی حساسن لایک داره بعد این که چیزی که کلی راجبشون میگن خیلی دقیقن دقت بیش از حدشون من دیگه
هم خودشون رو اذیت کنه. نه نه خواسته بگم کسی پس شهر داری یا بعد گفت چاقو داشته. نه نه درست گفت مریم، حساس و واقعا هستم. خیلی نکته سنج خیلی زیاد. آشپزیشون هم خیلی خوب. وای ندم دوستم لایک داری. پیمان تو چی؟ شهریوری کسی بوده به جز من؟ نه اصلا حوصله شهریوری رو من. خیلی بچه تیف آقای قضا آده همیزه که مریم اون دیگه اساسه. تو حرف خودت دوزن مریم اون چی کار داری؟ من لکه همین هست تو بوده چاقو اگه کسی بد گفت. ولی جدی جدی شهریوری ها اون چیزی که من میدونم خیلی خجالتی هست. آره بودم خیلی بودم آره الان به خاطر کارم خب تغییر کردم دیگه، مجبورم اجتماعی تر باشم یه ذره خلاصه بهتر صحبت کنم، ولی خب نه خجالتی بودم. صدا خوشقلبیش نم خیلی معروفه ها. نه جدی دارم میگم خیلی معروفه و خوشقلبی معروفه و اینکه من بسیار بخشنده. قربانت برم چه خصلتای خوبی که خودم خبر نداشتم. آره یه دونه از اخلاقای بدم رو بگو، یه دونه شو که تو رو اذیت میکنه بابا زیاد با من سر سر من مثلا موشی دستم میگه بگو موشی دستت همه که دارم میشینم میگه پاشو پاشو یک کاری به من نمیزم اجاره آمده یکی جدیدشه. آره ایشنده خونسه بیچند میپرپره ایشنده می داهن دوگم ایشالله، می داهن عبد ایشالله، ایشالله تیماره ای بمیره ایشالله، می دیل قراره ای بگیره ایشالله. دن 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 آقا تالشی بخون سلیم جان سلیم دیگه خیلی آخه دیگه آهنگره بخون تو بلدی بخون. من بلد نیستم گفتم مریم بخونه. مریم بلدی که مریم بخون چه من آخه بلدم بخون تالشی آخه خیلی اصلا ریتم نداره تو بخون بخون سلیم جان سلیم جان سلیم بری قدم به جناب دامدی سلیم جان درین دکم بکنان رقاصه باشه ده هم آب دارم میفته دیگه از بوی کبا بزرد گرفته نیست بزرد نه هنوز نگرفته آده. آره یه ذره این دنبه رو بزن روشون کر بشون کن عاشقا باشو عاشقا باشو عاشقا باشو عاشقا ترین عروس دنیا دلم و بردار و ببر کوچه به کوچه شهر بشن میگن که نزد چشمات ای عروس دلبر یه جفت چشم سیاه و یه حلقه یه ترایی یه فرش یاس و علموز دلی که شد فنایی. آره من مسته مستم با اون عهدی که بستم توی آینه یه چشمات نفرس از من کی هستم ای عروس مهتاب ای مسیح مینام امشب با صد تا بوسه قناد و دریا رو میپرستم نگی که به من نگفتی عاشقت هستم تا کی تا زنده هستم منو بله کن هله هله کن منو بله کن هله هله کن چی بودم این روزی تنگ غروب آسمان به زمان که قلب روشه با تیر کمان او 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 خیلی هم مشتیم پخته خوبه از اون قصابی سعید گرفتی؟ سعید خوبه چطوره بچه ها؟ نمکش من اندازه است گوشت گوسفند رو یادتون باشه مواد نزنید فقط نمک و فلفل هیچی نزنید
چرا یه روم پیاز زدی؟ نه اینکه چی نیست، پیاز پیاز فقط. خوبه دیگه؟ ندارم. خوبه؟ خوب شد؟ بخور، فقط نمک. آدم برنده شد از اونجا که
همسرامون خیلی پایه بودن و خیلی همراه ما بودن، ما میخوایم یه فشیال صورت براشون انجام بدیم و به صورتشون صفا بدیم. من برای آل جان از اونجایی که از دیشب تا حالا خیلی نخوابیده میخوام ماسک زیر چشم بذارم. او این ستاره ایه. آره ستاره ایه دیگه. او مایه از اون فکر کردم چه چیزه کاغذیه. آره اینه. چه خوشگله. خیلی با حاله خیلی. آره تو این ور رو به خودتو نگاه کن. واسه تو بهتره. من تو فرانسس میشه. واسه تو بهتره. من نگاه پیمان داره ماچ کردنی میشه. عجب که گرفتاری زیر مرسی. دیگه پوست خیال میمونه. پیمان باید سرداشتم با جان. اونم نکن. شماتو ببند به زندگی زیبا با همسرت بگم نباید دیگه اصلا کچی صاف اون مادرش که بد اخلاقه. نه بد اخلاق نیست، اون چیزش مرجو کننده است. مرجو مراجع کننده مرجو. ما حالا یه مقدار کرم پرم من خوشم نمیاد من نه اخ نکن به چیزای خوب فکر کن، به زندگی عالی، آرامشی که تو زندگیت داری، دوستای خوبی که خدا بهت داده، خانواده، خانوم عشق، محبت، خونه با صفا. من به تنش گرفتم اینجا چاجه پشه در هر کنه ما. آره خیلی اینجا پشه هاش کنه دست. نه چشماتو ببند هیچی فکر نکن. خیلی مامزه شده. آزه نیفتاد محسا از اون مشتری هاست که خیلی حرف میزنه و اینکه ایراد میگیره. آدنم دیشه اینجی بوده خیلی خوبه. آدن پیمان کج نشد به کلش پیمان اوه خاکت اینجا اینجا ایمان زاره اینجا اونجا ایمان چروک میشه آه چه ستاره یه باله خیلی بامزه است. اون زیاد میاد واسه من رو بزنی لینگ میگرفتیم از اونجایی که مریم هم خیلی برامون همیشه محبت داره و لطف کرده یه فشیال هم مریم جون میخواییم انجام بدیم. بعد اینکه چشماتو ببند عزیزم اینجا رو بزن. میخیلی حرف میزنی اینجا رو بزن. تو نمیگی کجا رو بزن، خودم میدونم خانم. چشماتو ببند. آها لب بسته. چرا بس پیما همش میتونه به محصا بگی اینجا رو بزن اینجا رو بزن. اون ماسکش فرق داره، این ماسک برای اینکه جذب صورتت بشه باید ساکت باشه. چند دقیقه بعد باید بشورم خوشبوه. اگه سیمی بود الان به من میگفت. اونم نمیذاشت تو حرف بزنی. ساکت چه خانم. اینجا رو بزن وسط پیشانی ما. اصلا تو باید خودتو میتونی بزنی یا من برات بزنم؟ نه گذاشته باشه. آرام شد فرما شده. همین دارم لذت میبرن از ماسکش. خیلی لطیفه. آرشگر من خیلی خوبه. چه خوشبوه. بالا خیلی خوشبوه. نه این باید برجاز بگیم. آره چی میگی؟ برام بران شده. یکم توف هم بزنی خیلی خوبی. آره ارزو چی میشه در خواهی میکنی؟ ای پیما اون چشم هم میبرم باز کنم. نه چشمت باید دسته باشه. آدر خوابی با من خوابی بچه آدر باش. خیلی خوبه. یکم ویتامین سی من اضافه اومد برای عادل بزن. اضافه اومد؟ تو این هوا که دم یخ میزنه. یا به مسارا اون چرا انقدر زیاد بود؟ برای مریم چرا انقدر نبود؟ چون به خاطر اینکه جذب کردیم. واقعا من اصلا دستم یخه. با لباس بموشوهریم نه بردیم. با خواهر شام
دیگه کم کم استراحت کنیم. فردا سینا گفتش که چیه مسابقه؟ جشنواره است. آره جشنواره است. و صبح زود باید بیدار شیم. به خاطر همون دیگه کم بیشتر میخوایم استراحت کنیم که فردا بتونیم دوتر بیدار شیم، صبحونمون رو بخوریم و بریم حالا به توی این جشنواره شرکت کنیم، ببینیم چجوریه. تو فردا همراه ما باشید. امیدوارم که دیدن این ویدیو لذت برده باشه، حس خوب گرفته باشید. بچه‌ها خیلی ریلکس کردن و عالی، دستشون در نکنه، واقعا در کنارشون مثل همیشه کلی به ما خوش گذشت. خوبی و میثم که امروز نبودن کنار ما واقعا خالی. منم دیگه خوشیال لب انجام بدم و دیگه استراحت کنم. امیدوارم که لذت برده باشین. اونایی که تازه وارد کانال شدن حتما حتما کانال رو سابسکرایب کنن، زنگوله رو هم فشار بدن که ویدیوهای ما براشون نشون داده میشه. آدم هم دیگه خوابی خوابی خوف داره میکنه، من دیگه ساکت چم که فشیارم به هم داره. واقعا دست هم بگی درد نکنه، خیلی امروز خوش گذشت، عالی بود. دست پیمان درد نکنه که خیلی ما خنده بود. آدینم خیلی خسته شد. بچه های نبرویست دارم که دیگه لب دست دست داد. تو باید اینجوری سمت بالا بود. آمد دراز میکشیدی. آدم بزرگه. روز رو هم خدا نگه. خدا فز جمعه. تا فردا.